سلام به روی ماه تک تکتون. من بهار هستم و با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما. همونطور که از عنوانش پیداست، این ویدیو هم مربوط به عضلات شکم و عضلات مرکز بدن یا به اصطلاح کور میشه. این دومی سری از ویدیوهایی هستش که مربوط به عضلات شکم میشه و اگر ویدیوهای اول رو تا امروز به صورت مرتب انجام داده باشین، انجام دادن حرکات این ویدیو براتون خیلی خیلی راحت تر خواهد بود و یه قدر جلوتره. بدون اتلاف وقت میریم سراغ تمریناتمون. این بار با تمرینات خوابیده شروع میکنیم. به پشت دراز میکشیم روی زمین، بدنمون رو روی زمین قرار میدیم، تاج سرمون پس سرمون احساس میکنیم که روی زمین قرار گرفته، دست ها پاها و برای 5 تنفس تمام عضلات بدنمون رو به شور رو رها میکنیم روی زمین، دم میگیریم، تنفس شکمی، بازدم، با هر دم و بازدم هم عضلات بدنمون رو شور رها میکنیم و هم افکار داخل ذهنمون رو تصور میکنیم که مثل یک ماده غلیظ و سیاه از پس سرمون روی زمین ریخته میشه. دم، بازدم، افکار داخل ذهنمون میریزم از پس سر روی زمین. دم، بازدم، تمام عضلات بدنش رو رها میکنم، حتی عضلات صورت و چشم ها، گونه ها، پیشانی، ابروها. دم، فقط روی نفسم متمرکز میشم. بازدم، دم، بازدم، ذهنم خالی خالی میکنم و تصور میکنم که ذهنم مثل یک اتاق خالی و سفید رنگه. دم، بازدم، دم و بازدم. حالا که بدنم رو رها کردم و ذهنم رو از تمام افکار خالی، چشمم رو باز میکنم، میریم سراغ اولین حرکتمون. توی این حرکت که بهش میگیم حرکت پا دو چرخه، کف پاهو میذارم روی زمین و دستامو صاف و کشیده میذارم زیر کمرم. دقت کنید کاملا صاف و کشیده دستها رو از زیر کمر میبرم زیر بازدن، کف دستم روی زمینه، پاهمو میکشم. خب این حرکت دست ها میره زیر بدن به خاطر اینکه اگر عضلات شکمتون همین ضعیف باشه، فشار شکم میفته روی کمر و باعث میشه که توی کمرتون احساس درد بکنید. همینطور افرادی که از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی هستن، مثلا سیوتیک دارن یا دیسک خفیف دارن، حتما باید دستاشون رو زیر کمر و باسنشون قرار بدن. ولی اگر که احساس میکنید قدرت شکمتون خوبه و هیچ مشکلی توی قسمت مهره های کمرتون ندارید، میتونید دستتون رو از زیر بدنتون آزاد بکنید، چون در این حالت فشار بیشتری به شکم وارد میشه. پس اگر شکم ضعیفه و یا کمر آسیب دیده است، دستمون رو میذاریم پشت. حرکت بادور پادو چرخه به این ترتیب هستش که دم میگیرم و همراه دم پا رو جمع میکنم داخل شکم، کامل میره بالا و حالا همراه بازدم بازانوی صاف و کشیده میارم نزدیک سطح زمین. دوباره دم میگیرم میره بالا، بازدم میاد نزدیک سطح زمین، خیلی آرام بدون هیچ عجله‌ای. دم، داخل شکم میره بالا، بازدم، آرام بازانوی صاف میاد پایین. سه، دم، داخل شکم، پا میره بالا و خیلی آرام همراه بازدم میاد پایین. چهار، دم، بازدم میاد پایین. همونطور که گفتم اگه عضلات شکمتون قوی میتونید دستتون رو بردارید، دم بذارید کنار بدنتون، میره بالا، بازدم میاد پایین. شش، دم و بازدم. هفت، دم، میره بالا، بازدم،
هشت دم بالا باز دم نه دم میره بالا و باز دم ده میاد روی زمین. یه دم و بازدم بدنشون رو رها میکنن و حالا حرکت رو در جهت مخالف و عکسش تکرار میکنن. باز دوباره میتونیم دستامون رو بذاریم زیر بدن اگر اون موارد رو داریم، یا اینکه دستمون رو کنار بدنمون روی زمین قرار بدیم. برعکس حرکت به این صورتی که پا رو میکشم، دم میگیرم و هر دو تا پا رو بازانوی صاف و کشیده میارم بالا، خم میکنم داخل شکمم و حالا سر میدم به سمت زمین. پاشنه پا اصلا زمین رو لمس نمیکنه. دوباره دم میره بالا، خم میشه داخل شکم و سر میدم به سمت زمین. دو، دم میاد بالا، خم میشه داخل شکم، سرش میدم به سمت زمین. سه، دم میاد بالا و باز دم به سمت زمین. چهار، دم بازانوی صاف و باز دم. شش، دم دستمو برمیدارم، باز دم. هفت، دم داخل شکم، باز دم. نه، دم داخل شکم و باز دم. ده، پاها روی زمین. یه دم باز دم رها میکنم، میارم پاها رو داخل شکمم جمع میکنم، دست و دور ساق پا قلاب میکنم. اگر سختتونه که دستتون رو دور ساق پا قلاب کنید یا دستتون نمیرسه، زیر ران پا قلاب بکنید دستتون رو. حالا همراه یک بازدم یه دم میگیرم، با یه بازدم میام بالا، سر میکنم چانه و زانو رو به هم دیگه نزدیک بکنم، نگه میدارم، یک دو سه برمیگردم. دوباره یه دم عمیق میگیرم و با یه بازدم عمیق هوای ریه رو خالی میکنم و میام بالا، چانه به زانو، یک دو سه بازدم. دوباره دم میگیرم، برمیگردم و با یه بازدم میام بالا، نگه میدارم، یک دو سه بدنم رو میذارم روی زمین. حالا همینطور که پاهم داخل شکممه و گودی کمرم کاملا چسبیده روی زمین، دستا رو میذارم کنار بدن و پا رو صاف میکشم. باز دوباره توی این حرکتم، اگر که کمر آسیب دیده مثل دیسک یا سیاتیک خفیف دارید، چون اگه سیاتیک شدید باشه اصلا این حرکت رو نباید انجام بدید، میتونم دستم رو بذارم زیر کمرم. ولی اگر هیچ کدوم از این موارد رو ندارید، اجازه بدید که بیشتر روی شکمتون کار بشه. دستا رو صاف کشیده بذارید کنار بدن، شونه هاتون رو بچسبونید روی زمین، هر دو تا پا رو عمود به بدن نگه دارید بالا، پای چپ رو صاف نگه میدارم، پای راست و بازانوی صاف میارم تا نزدیکی زمین، دوباره با بازدم میارمش بالا، یک پای چپ صاف و کشیده، دو دم میره پایین، بازدم میاد بالا، سه پاشنه پا روی زمین نمیذارم، دم بازدم، چهار دم میره پایین، بازدم، پنج پنجه پاتون رو پوینت بکشیم بیرون تا عضله چهار سر رانم درگیر بشه، بازدم، شش دم بازدم، هفت دم بازدم، هشت میاد پایین زانو صاف، نو دم و بازدم، ده پای راستم صاف نگه میدارم و حالا پای چپ و بازانوی صاف و کشیده، پنجه پا پوینت، دم میاد پایین، بازدم میره بالا، یک دم میره پایین، بازدم میاد بالا، دو پایین بالا، سه پایین بالا، چهار دم بازدم، پنج دم بازدم، شش دم بازدم، هفت دم بازدم، هشت دم بازدم، نه دم و بازدم، ده بار جمع میکنم توی شکم و حالا از سمت چپ بدنم هر دو تا پا رو میذارم روی زمین، میرم به حرکت پیچ خوابیده، دست راستم رو روی زمین میکشم در راستای شانه جوری که کتفا کامل بچسبه به زمین، سرم هم میبرم به سمت دست راستم، نگاه میکنم
تا پیچ ستون مهره هام کامل بشه. میام وسط و پیچ رو میبرم به سمت دیگه. پاها رو از سمت راست میذارم روی زمین و دست چپم رو میکشم. سرم رو میبرم به انگشتان دستم نگاه میکنم و میام وسط. میری برای حرکت بعدی. باز دوباره توی این حرکت اگر شکم ضعیف یا کمر نداری دستتون بذارید زیر کمر. این حرکتی که میخوایم انجام بدیم عضلات مورب شکم، یعنی این پهلوهای شکمتون رو درگیر میکنه. اگر فکر میکنید که میتونید دستتون رو صاف و کشیده کنار بدن نگه دارید یا بگذارید زیر بدن، میره بالا. چرخش پا از لگن، با هر دو تا پا دایره میزنم، دهم پاها رو جفت کنار هم دیگه قرار میدم، بازدم. یک، هر دو تا پا جفت کنار هم و بازدم. دو، دم و بازدم. سه، دایره رو بزرگ میزنم، دایره کوچیک نمیزنم. چهار، دم و بازدم. فقط اگه خیلی احساس میکنید داره به کمرتون فشار میاد میتونید دایرهتون رو کوچیک‌تر کنید. شش، دم و بازدم. هفت، برای عضلات پهلو، عالی این حرکت. هشت، دم، بازدم. نو، دم و بازدم. ده، حالا جهتشو عوض میکنیم. این بار از سمت چپ به سمت راست میتونیم دستمون رو بذاریم کنار بدن اگر که مشکل کمر نداریم. دم از سمت چپ، بازدم از راست. یک، دم از سمت چپ، پا رو میارم، بازدم. دو، دم، بازدم. سه، دم، بازدم. چهار، دم، بازدم. پنج، دم، بازدم. شش، پاها جفت، زانوها صاف. هفت، دم، بازدم. هشت، دم، بازدم. نو، دم و بازدم. ده، زانوها رو جمع میکنم توی شکمم، دوباره دستم رو به ساق پا قلاب میکنم. میخوام برم به حرکت گهواره. این یه گهواره ستون مهره ها رو روی زمین ماساژ میدم به این حالت. یک، دو، خیلی حرکت خوبیه برای ماساژ ستون مهره ها. سه، و استخوان دورمالچه. چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو و ده، میشینه و حالا بدنمو میکشم به حرکت دانداسانا یا نشستن صحیح. حرکت دانداسانا از اون نشسته یوگاست که به ظاهر ساده میاد ولی در باطن خیلی حرکت عمیقیه. باستانم رو میکشم بیرون تا تعادلم روی استخوان لگنم حفظ بکنم و وزنم رو به یه اندازه روی لگنم نگه دارم. پنجه های پا رو میکشم به سمت سر تا زیر زانو و عضلات زیر پا خوب روی زمین قرار بگیره. حالا جلوی بدنم رو از استخوان پوبیک تا ناف میکشم، از ناف تا جناب سینه، از جناب سینه تا گوده گردن. شونه ها رو میکشم عقب و دستم رو میذارم صاف کنار باسن روی زمین. حواستون باشه که بالاتنه باید عمود باشه به پاها، بدنتون رو عقب‌تر ندید، دستتون رو حائل کنید بذارید کنار بدنتون. اگر خیلی سختتونه نشستن در این حالت میتونید از آجر استفاده بکنید یا هر وسیله دیگه. بذارید کنار لگنتون، دستتون رو بذارید روش و بدنتون رو صاف بکشید بالا. حرکت دانداسانا رو نگه میدارم نشسته صاف. دم بازدم. یک، دو، چانه موازی زمین، پنجه پا به سمت سر. سه، پاتون رو هل بدید به سمت زمین. چهار، اگه توی این حالت زانواتون خیلی از زمین فاصله داره، یعنی عضلات پشت پاهاتون کوتاهه توی عضلات، برای اینکه توی این وضعیت اذیت نشه یه دونه حله رول بکنید یا یه دونه کوسر خیلی نازک و زیر زانوهاتون قرار بدید که به مفصل زانو فشار وارد نشه. پنج، شش،
و ده. خیلی عالیه. حالا کف پاهامو میذارم روی زمین، میخوام برم به حرکت تعادلی نشسته قایق نیمه. باز اگر که دیسک بسیار شدیدی دارید این حرکت رو انجام ندید، و خانوم ها توی دوره قاعدگی این حرکت برشون محدودیت داره و بهتره که انجام ندن. پشتم صاف نگه میدارم، سینه صاف، بوز نمی کنم، سینه صاف، یکم بدنم رو میکشم عقب ولی هنوز وزنم روی استخوان لگنمه. بدنم رو نمیدم عقب که برم روی ستون مهره ها و به مهره های کمرم آسیب وارد بشه. صاف نگه میدارم، وزنم روی استخوان لگنم حفظ میکنم، یکم میرم عقب، بالا پا رو بلند میکنم. یک حرکت بسیار عالی برای شکم. دو، سه، نگه میداریم دم و وزنم. چهار، دم و وزنم. پنج، نفس بکش. شش، هفت، هشت، دم و بازدم، نو، یکی دیگه و ده. دیگه آروم برمیگردم و پاهامو میذارم روی زمین، کف پاها رو برمیگردم میچسبونم، میرم به حرکت پروانه یا باداکوناسانا. پشت صاف، پاها به هم چسبیده، سینه رو میکشم، دستم رو قلاب میکنم و میذارم زیر پاها. دم میگیرم، پاها رو میکشم بالا، بازدم، خودش میدم پایین. یک، دم میام بالا، بازدم. دو، این حرکت برای همه خوبه. دم، بازدم. سه، هیچ محدودیتی نداره. دم، بازدم. چهار، به غیر از افرادی که مشکلات شدیدی توی زانو دارن و نمیتونن زانوشون رو در این حد خم بکنن، بقیه افراد میتونن این حرکت رو انجام بدن. پنج، دم، بازدم، میکشمش پایین. شش، دم، بازدم. هفت، دم، بازدم. هشت، دم، بازدم. نو، دم و بازدم. ده، یک بار دیگه برم میبرم به حرکت قایق نیمه و این بار دستا رو میکشم به موازات گوشم بالا، سینه رو میکشم بالا. یک، نگه میدارم. دو، سه، چهار، پنج، ادامه، شش، هفت، ده، بازدم، هشت، نو، ده. برمیگردم، دوباره کف پاها رو به هم دیگه میذارم و میرم توی حرکت پروانه. دم، بازدم. یک، دو، سه، دم و بازدم. چهار، پنج، دم و بازدم. شش، هفت، هشت، دم و بازدم. نو و ده. حالا با پشت صاف، بدون اینکه پشتمو قوز کنم، با پشت صاف، سینه جلو، تا هر جایی که میتونم بدنمو میبرم به سمت زمین، تا هر جایی که یک کشش خوشایند و ملایم احساس میکنم بدنمو میبرم به سمت زمین. ستارمو بازم نگه میدارم و میام بالا، میام بالا، پاها رو جمع میکنم. دور سوم حرکت قایق نیمه با یه تنوع جدیدتر، میام بالا. حالا یه دونه یه دونه به نوبت پاهامو صاف میکنم. یک، دو، سه، اون نکته‌ای که گفتم بهتون باشه. چهار، خیلی نرین عقب که بریم رو مهره‌های کمر. پنج، وزن روی از روی استخوان لگنه. شش، هفت، هشت، نو و ده. دوباره میگردم، دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم، دم و بازدم. حالا پاهم
کنار لگنم. پنجه های پا رو میذارم روی زمین، لگنم رو بلند میکنم و پاهامو یکی یکی میکشم عقب به حرکت خطکش. یادتون باشه توی حرکت خطکش حتما باید موچتون ساق دست درست بالای موچ قرار بگیره، به این حالت نباشه. پنجه های دستتون رو از روی زمین بلند نکنید، پنجه های دست رو فشار بدید جوری که فشار دست روی تمام انگشت‌ها احساس بشه. شونه هاتون رو نکشید بیرون جوری که کمربند شونه بشکنه، شونه رو رول کنید بکشید به سمت داخل. یکم هم پشتتون حالت گربه باشه، قایم رو نگه میدارم، دم رو از زمین، یک، سر در راستای ستون مهره، نیم میندازیمش پایین، دو، دم رو از دم، سه، نگه داریم، چهار، دم رو از دم، پنج، شش، هفت، دم رو از دم، هشت، برای تمام قسمت های بدنی حرکت خوبه، نو، و ده. حالا بدنمو میکشم به حرکت شوان، آدمکا شوان یا سگ سر پایی. پاشنه های پا رو سعی کنم که به زمین نزدیک بکنم، ولی اگه پاشنه های پاتون به زمین نمیرسه و کشش زیادی رو احساس میکنید، یکم پاشنه های پا رو از روی زمین بردارید و بدنتون رو بکشید به سمت صف. در و بازدم حرکت شوان رو نگه میدارم، آرنج ها صاف، یک، دم و بازدم، دو، سه، چهار، سر و پنج، میشینم و در حالت کودک سه تا دم و بازدم به بدنم رهایی میدم. دم و بازدم، شکمم میچسبونم روی رانم تا اگر پشتم گرد شده گردی پشتم رها بشه. دم و بازدم، دم و بازدم، میام بالا، در وضعیت مرجان قرار میگیرم، دم میگیرم پشتم و قوس میکنم، سر میکشم بالا، دنبالچه بیرون، بازدم، دنبالچه رو میکشم داخل و سرم میکشم داخل بدن، دوباره دم، دنبالچه داخل، دونه دونه پشتم و مهره هامو قوس میکنم، بازدم، میام میکشم همه رو داخل، دم و بازدم، بدنمو میارم وسط. پنجه های پا رو روی زمین قرار میدم و زانوهامو به اندازه ای از زمین بلند میکنم که با موچ پا توی یه راستا قرار بگیره، به این حالت نگه میدارم، یک، دم و بازدم، دو، سه، نفس، دم و بازدم، چهار، ادامه میدیم، پنج، دم و بازدم، شش، هفت، دم و بازدم، هشت، نو، و ده. حالا دوباره بدنمو میکشم و حرکت شوان، آدمکا شوان یا سگ سر پایی، لگنم به سمت صف، بدنم شبیه یه قله یا یه هشت بسته، سرمم رها میکنم و به انگشتان پام نگاه میکنم، دم و بازدم، یک، دو، سه، نفس، دم و بازدم، چهار و پنج. دوباره از حرکت شوان بدنمو میکشم به حالت خطکش، میتونم یکم پاهامو ببرم عقب‌تر تا وضعیت بدنم اصلاح بشه، در جای خودش قرار بگیره، خطکش رو نگه میدارم، دم و بازدم، یک، دم و بازدم، دو، سه، دم و بازدم، چهار، کمرتون رو قوس نکنید، شکم رو بکشین داخل، پنج، شش، دم و بازدم، هفت، عضلات چهار سر رو در حالت انقباض نگه داریم، هشت، نه و ده، زانو روی
زمین و دوباره در حالت کودک سه تا دم و بازدم بدنم رو رها میکنم. دم بازدم دم بازدم دم و بازدم. دوباره میرم به حالت مدرار، دم پشتم رو قوس میکنم دنبالچه بیرون، بازدم دنبالچه داخل پشت گرد میکنم، یک دم بازدم، دو دم بازدم، سه بدن وسط. یه بار دیگه پنجه پا روی زمین، زانوها رو از روی زمین جدا میکنم نگه میدارم، یک دم و بازدم، دو سه دم و بازدم، چهار پنج. سر رو بیرون، شش. حواستون باشه سرتون رو نندازی، سر در راستای ستون مهره ها، هفت هشت دم و بازدم، نه و ده. دوباره بدنمو میکشم به حرکت شوار یا سگ سر پایین و شوارم رو نگه میدارم، دم و بازدم، یک دو سه. سر نها، کشش پشت پا، چهار و پنج. دوباره میرم به حرکت خطکش دور سوم و بدنمو نگه میدارم، یک دم و بازدم، دو شکمتون رو هل ندین پایین، شکم رو بکشین بالا، سه حواستون به موش دستتون باشه، چهار انگشت دست باز وزن روی تمام انگشت رو پخش کنید، پنج شش دم و بازدم، هفت هشت نه و ده. زانو روی زمین رها در حالت کودک، سه تا دم و بازدم، دم و بازدم، رها رها و رها. یه بار دیگه برمیگردم به حالت مدرار و دم و بازدم، دم بازدم، دم بازدم، دو دم بازدم، سه بدن وسط و باز دوباره پنجه پا روی زمین، شکم بالا، یک زانوها بالا، دو زانوهاتون خیلی بالا نکشید جوری که زانو در راستای مچ پا باشه، سه دم و بازدم، چهار پنج شش هفت دم و بازدم، هشت. لبخند بزنید، نو و ده. شوار، زانوها صاف، میریم به حرکت شوار، یک دو سه چهار و پنج. پای راستم میکشم بالا و حالا میذارمش بین دستم، پای پشتی رو میچرخونم میام بالا، زانو صاف. میخوام برم به حرکت تریکوناسانا یا مثلث، چهار سر رو صف میگیرم، تاج لگنم رو به رو، دستم میکشم به سمت راست، کشش کشش کشش، حالا تا هر جایی که میتونم، به شرطی که شانه و باسنم توی یه سطح باشه، شانمو نمیکشم جلو تن، باسنم میکشم بیرون، لگن راستم میکشم به سمت بیرون، لگن چپمو هل میدم به سمت دیوار روبرو، تا هر دو تا باسنم توی یه سطح قرار بگیره و حالا شانه هارم توی سطح باسن قرار میدم، سرمو میکشم بالا، دم و بازدم، یک حرکت خط حرکت تریکوناسانا یا مثلث نگه میدارم، دو دم و بازدم، سه چهار دم و بازدم، پنج دم میام بالا و
جهتمو تغییر میدم. پای چپ، پای راست، لگن رو به رو، دنبالچه داخل، کشش و بازدم دیام هایی. دم و بازدم یک، خط شونه، خط بازدم توی یه صفحه. دم و بازدم دو، سر میره بالا به انگشتان دست نگاه میکنه. سه، اگر مشکل ناراحتی توی گردنتون دارید، سرتون رو به رو نگه دارید. چهار، اگر مشکل فشار خون بالا دارید، دستتون بالا نبرید. دست رو بذارید روی تاج لگن. در غیر صورت دست رو بالا نگه دارید. پنج، شش، هفت، هشت، نه و ده. دم میام بالا، پاهامو جمع میکنم به حالت تاداسانا یا ایستادن صحیح یا ایستادن مانند کوه. قوزک‌های پا، انگشت‌های شست به هم چسبیده، چهار سر ران، دنبالچه داخل، ناف داخل، بالا تنم صاف میکشم و حالا میخوام برم به حرکت اوتاناسانا یا خم به جلو با پاهای بسته. اگر دچار دیسک یا سیاتیک هستید، یکم بین پاهاتون توی این حرکت فاصله بدید. در غیر این صورت سعی کنید که پاهاتون رو چسبیده به هم نگه دارید. کشش بالا 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 بالا، بازدم میام پایین تا هر جایی که بدنم بهم اجازه میده. پشتم رو بوز نمی کنم، گرد نمی کنم، سینم رو میکشم بیرون و از قسمت لگن میام پایین. دم و بازدم یک، دم و بازدم دو، سه، دم و بازدم چهار، پنج، ادامه میدم و نگه میدارم. شش، کشش در پشت پاها ایجاد شده. هفت، یک کشش دلپذیر و لذت بخش. هشت، نه و ده. دستم رو میذارم روی زمین. میتونید زانوهاتون رو خم بکنید اگه سختتونه. و حالا دوباره بدنم رو میکشم به حرکت خم شوان، حرکت آدموکو شوان یا سگ سر پایی. حالا میخوام از شوان بدنم رو ببرم به خرکش و برگردم به این حالت. میرم به خرکش با یه دم و با بازدم دوباره بدنم رو برمیگردم عقب. یک، میرم به خرکش، حواستون باشه که کمر رو نندازی پایین. دو، بازدم، دم، خرکش نگه میدارم، بازدم برمیگردم سر جاش. سه، دم، بازدم برمیگردم. چهار، دم، بازدم. پنج، دم، بازدم. شش، دم، بازدم. هفت، دم و بازدم. هشت، دم و بازدم. نه، دم و بازدم. ده، میرم به خرکش، خرکشم رو نگه میدارم. دم و بازدم یک، دم و بازدم دو. حتما خرکشتون رو نگه داریم. سه، دم و بازدم. چهار، پنج، شش، ادامه بدیم. هفت، تسلیم نشید. هشت، نه و ده. زانوهان رو رها میکنم روی زمین، برمیگردم به حالت کودک. دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم. میام بالا و میرم بدنم رو سرد کنم در حالت خوابیده. خیلی آروم پشتم روی زمین قرار میدم. پای راستم رو میکشم داخل شکم، پای چپم رو جمع میکنم. دم میگیرم همراه بازدم، چانه و زانو رو به هم نزدیک میکنم. دوباره برمیگردم. یه بار دیگه دم، بازدم، برمیگردم. یک بار دیگه دم، بازدم، برمیگردم.
پای راست رو میذارم زمین، پای چپ. حواستون باشه که توی این حرکت وقتی میایین بالا چانه رو به گودی گردن نچسبونید. فاصله بین چانه، همینطور که سرتون روی زمینه، یه فاصله بین چانه و این گودی گردن وجود داره. با این فاصله طبیعی گردن و با حفظ این فاصله میایین بالا. دم میگیرید، بازدم میکنید، میایین بالا. یک، برگردید. دم، بازدم، برگرد. دو، دم و بازدم. سه، برگرد. کف هر دو پا رو میذارم روی زمین، پاهام به صورت ضرب در روی زمین قرار میدم. یک، دو، سه، چهار، پنج. پاها رو به همین نزدیک میکنم. یه بار دیگه حرکت پیچ خوابیدن رو انجام میدم، بیارم داخل شکمم، از سمت چپ میذارم روی زمین، دست راستم رو میکشم، خیلی آرام سرم رو برم به سمت دست راستم. حالا دوباره میام وسط، پاها رو میبرم به سمت راست، دست چپم رو میکشم، سر به سمت انگشتان دست، میام وسط، کف پاها رو میذارم روی زمین، یکم از باسنم دورشون میکنم و حرکت سوپتا بادکاناسانا یا پروانه خوابیده رو انجام میدم. کف پا رو با هم دیگه میچسبونم، زانوها رو از هم دیگه فاصله میدم، به سمت زمین رها میکنم، دستم رو میذارم توی کشاده های رونم و خیلی آرام بدنم رو رها میکنم روی زمین. دم و بازده، همه یه عضلات بدن رو شل و رها میکنم. همراه هم بازدار به نواز عضلات رو میگیرم و هرچه بیشتر بدنم رو رهای رها میکنم. دم و بازدم. حالا میتونید پاهاتون رو صاف بکشید روی زمین، دستا رو کنار بدن قرار بدید، چشما رو ببندید و برای چند لحظه بدنتون رو مانماده کنید و به جاذبه زمین بسپارید. با هر بازدم هرچه بیشتر انقباض عضلات تمام بدنتون رو رها کنید و احساس سبکی و بی‌وزنی رو توی کل بدنتون